فصل 16. عیسی همچنین به شاگردان فرمود: شخصی ثروتمند مباشری داشت و شکایاتی به او رسید که آن مباشر داراییش را حیف و میل می کند. پس به دنبال او فرستاد و گفت: این چه حرفایی است که درباره تو می شنوم؟ حسابهایت را واریز کن، چون دیگر نمی توانی در اینجا مباشر باشی. آن مباشر پیش خود گفت: حالا که ارباب من می خواهد کار مباشری را از من بگیرد، چه باید بکنم؟ من که نه قوه بیل زدن دارم و نه روی گدایی کردن. آری می دانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقتی مرا از این کار برکنار کرد، اشخاصی باشند که در خانه های خود را بر روی من باز کنند. پس بدهکاران ارباب را یک به یک حاضر کرد. به اولی گفت: چقدر به ارباب من بدهکاری؟ جواب داد: 100 پیمانه روغن زیتون. گفت: بیا، این صورت حساب تو است، بنشین و به جای آن بنویس 50 پیمانه. زود باش. بعد به دیگری گفت: تو چقدر بدهکاری؟ گفت: 100 خروار گندم. به او گفت: صورت حسابت را بگیر و به جای آن بنویس 80 خروار. آن ارباب مباشر نادرست را به خاطر اینکه چنان زیرکانه عمل کرده بود تحسین کرد، زیرا مردم این دنیا در مناسبات با هم نوعان خود از ایمانداران زیرکترند. پس به شما میگویم که مال دنیا را برای به دست آوردن دوستان مصرف کنید، تا وقتی پولتان به آخر رسید شما را در خانه های جاودانی بپذیرند. کسی که در امور کوچک درستکار باشد، در کارهای بزرگ هم درستکار خواهد بود، و کسی که در امور کوچک نادرست باشد، در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. پس اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید، چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ و اگر شما در مورد آنچه به دیگری تعلق دارد امین نباشید، کی آنچه را که مال خود شماست به شما خواهد داد؟ هیچ نوکری نمیتواند غلام دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر می شمارد. شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند پول. فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره می کردند، زیرا پول دوست بودند. عیسی با آنان فرمود: شما کسانی هستید که نیکویی های خود را به رخ مردم می کشید، اما خدا از درونتان آگاه است، چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد، پیش خدا پلید است. تا زمان یحیی تورات و نوشته های انبیا در کار بود. از آن پس مژده پادشاهی خدا اعلام شده است و همه مردم می‌خواهند با جد و جهد به آن وارد شوند. آسان‌تر است که آسمان و زمین از بین برود تا نقطه‌ای از تورات بیفتد. هر مردی که زن خود را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا می‌شود و هر کسی زن طلاق شده را بگیرد زنا می‌کند. مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در جلوی در خانه او گدای زخمالودی به نام ایلازر خوابیده بود که آرزو می داشت با ریزه های سفره آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سک ها می آمدند و زخم های او را می لیسیدند. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود نگاهی به بالا کرد و از دور ابراهیم را با ایلازر که در کنار او بود دید. فریاد زد: ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن. ایلازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند، چون من در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی.
اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیقی میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد: پس ای پدر، التماس می کنم ایلازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنان را باخبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت: آنها موسی و انبیا را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد: نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در پاسخ فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد.